سلام رفقا، من امینم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو تاریخ ماینکرافت کلی رمز و راز مختلف وجود داشته که یه سریاش رو کاربرا فهمیدن، یه سریاش رو شاید خودتون دیده باشید، اما بقیهش رو هنوز که هنوز خیلی ها نمیدونن. تو ادامه همراه هم باشید تا یه نگاهی به تاریخچه رازهای ماینکرافت بندازیم و ببینیم که چیا بودن، توی چه تاریخ‌هایی بودن و الان چه چیزهایی وجود داره. با هم همراه باشید. برگردیم به سال 2011، زمانی که نسخه 1 ماینکرافت منتشر شده بود و پر از رازهای مخفی بود. یکی از این رازها اسم بازی تو منوی اصلیش بود. 0.01% یا به عبارتی 1 در 10,000 شانس وجود داشت که بازی اسم خودش رو اشتباه تلفظ کنه و بشه مینسه رفت. می همون سال شایعاتی مبنی بر حضور کاراکتری به اسم هیرو برایان قوت گرفت. کاراکتری که تونلای 2 در 2 تو دنیاتون میکنه و از ساختن هرما لذت میبره. کلی هم داستان برای ساخته شد که تو ویدیوی ویجیاتون مفصل در موردشون صحبت کردم. اما جالبیش اینجاست که از اون موقع تو متن مربوط به هر آپدیت موجانگ اعلام میکنه که هیرو برایان رو از بازی حذف کردن. البته تا آپدیت قبلی. دیسک شماره 11 ماینکرافت 11مین دیسک موسیقی بود که به ماینکرافت اضافه شد. 1 دقیقه و 11 ثانیه و 111 میلی ثانیه طول میکشید. وقتی کاربرا تصویر اسپکتروگرامش رو درآوردن، متوجه تصویر چهره استیو و عبارت C418 شدن که اسم مستعار سازنده موسیقی دیسک 11 بود. آپدیتی که به مناسبت روز اپریل فول تو سال 2011 برای ماینکرافت منتشر شد، شامل یه صندوق میشد که قفل بود. و اگر میخواستید بازش کنید با پیامی روبرو میشدید که ازتون میخواست کلید صندوق رو به اسم استیو کو بخرید. اگر وارد فروشگاه میشدید داستان ادامه پیدا میکرد. وقتی رو خرید کلیک میکردید یه دایناسور که جیغ گوش قراشی میزد رو صفحه ظاهر میشد و باعث میشد تمام برگاتون بریزه. البته فقط این نبود. اگر تمام آیتمای فروشگاه رو میخریدید که ارزششون بالاتر از 10,000 دلار بود، یه ارور نمایش داده میشد و پشبندش یه رقص نور میافتاد رو محیط فروشگاه. قابلیت اینچنت کردن آیتم هم از همین نسخه وارد ماینکرافت شد. شاید زبونی که تو اینچنتینگ تیبل میبینید چرت و پرت به نظر برسه، اما واقعا یه سری متن رمزنگاری شده است که به فرانچایز کامندر کی اشاره میکنه. البته زیاد خوشحال نباشی، چون وقتی رمزنگاری شدن از توشون یه سری دریوری در اومد. اوایل سال 2012 یه سری تکست جدید به مجموعه فایل‌های ماینکرافت اضافه شد که یکیش بود این پیام هیچ وقت روی یک اسپلش اسکرین نمایش داده نمیشه. عجیب نیست؟ در واقع این پیام تنها خطی بود که برنامه ریزی شده بود تا هیچ وقت نمایش داده نشه و هنوزم تو فایل‌های بازی هست. 6 سپتامبر همون سال آخرین نقاشی هم به ماینکرافت اضافه شد. میدونستید این نقاشی‌ها واقعاً موضوع داره؟ مثلا یک رو ببینید. چیه؟ یه بیابون با کاکتوس، سالاد، هیچ کدوم. در واقع یه آدم با لباس و کلاه سبز رنگ. دوست دارید راز پشت هر کدوم از نقاشی‌های ماینکرافت رو بدونید؟ تو قسمت کامنت ها به هم بگید. تو هالووین مابای ندر یه تغییر کوچولو میکنن و این شانس رو دارن تا با یه کدو تنبل رو سرشون اسپان شن. توی کریسمس هم تکسچر صندوق عوض میشه. 1 جولای سال 2013 یکی از توسعه دهنده های ماینکرافت به اسم دینربون تصمیم گرفت اسم خودش رو به عنوان یه ایسترگ به بازی اضافه کنه. حالا هر زمانی که این اسم رو روی یه ماب بذارید اون برعکس میشه. این روزا وقتی ماینکرافت کرش کنه یه پیام بهتون نمایش داده میشه که در جریان باشید و یه گزارش هم هست که هیچ کس نمیفهمه چیه، اما تو این گزارش یه سری چیزای جالب هست. مثلا یه جاش نوشته شده که کی تی ان تی رو انداخته رومون. اوپس. و در نهایت یه کاپکیک میخوری که این آخری به یکی از ترندهای سال 2013 اشاره میکنه. تو این ویدیو سعی شده به تمام رازهای ماینکرافت اشاره بشه، اما خب ممکنه بازم مواردی باشن که جا مونده. پس تو قسمت کامنت ها به هم در مورد عجیب ترین رازهایی بگید که جاشون تو ویدیو خالی بوده. اکتبر سال 2013 تو نسخه لگسی کنسول ادیشن یه ستون از 4 تا بلاک گلد که روی یه بلاک آبسیدین قرار گرفته بودن تو تمام تمپلای بیابون دنیای آموزشی ماینکرافت دیده میشد.
اسمش هم یکم بی‌ادبانه انتخاب شده بود، The Tower of Pimps. بعد از دینر بون نوبت به یه اسم باحال دیگه رسید. جت که یکی دیگه از توسعه دهنده های ماینکرافت بود، تصمیم گرفت اسم خودش رو وارد بازی کنه. حالا کافیه این اسم رو بذارید روی گوسفند تا پشماش دیسکو بشه. 6 جون سال 2014 یه پلیگر به اسم XYZEN420 با رایان هولتز که یکی از توسعه دهنده های ماینکرافت بود تماس برقرار کرد و خواست به خاطر خرگوش دوست دخترش که گم شده بوده بیان و اسمش یعنی توست رو به بازی اضافه کنن. رایان هم قبول کرد و حالا وقتی اسم توست رو روی خرگوش بذارید یه اسکین خاص میبینید که یادآور همون خرگوش گم شده است. حتما در مورد کلیربانی یا خرگوش قاتل ماینکرافت هم شنیدید. خرگوشی که به محض اسپان شدن تو دنیا با اون چشمای قرمزش بهتون حمله میکرد و میکشتتون. سپتامبر همون سال بود که شخصیت زن ماینکرافت به اسم الکس معرفی شد. اسکین الکس یه راز مخفی داشت. تو اسکین الکس یه سری تکسچر شفاف بود که وقتی اوپاسیتی یا شفافیت رو میذاشتید روی سطح، یه سری از لباسهای استیو رو همراه با یه عینک نمایش میداده. 22 می سال 2015 ناچ یا همون سازنده ماینکرافت از موجانگ رفت، چون اون رو به مایکروسافت فروخت. اینجا بود که یه تکست دیگه به بازی اضافه شد، ناچ قلب ایزی. البته یه روز بعد از بازی پاک شد. روز اپریل فولز بود که جای آپدیت 1.9 یه آپدیت دیگه با اسم لاو ان هاگز منتشر شد. این آپدیت پر از ویژگی‌های مخفی بود. حالا شما میتونستید قایق آبسیدین بسازید که در جا غرق میشد. میشد پوشنی به اسم شیرینگ اند کرینگ ساخت که باعث میشد ماپ ها آیتم های رندوم بندازن. هشپا ها میتونستن پرواز کنن. میتونستید قلب هاتون رو انقدر پر کنید که در نهایت وارد یه بازی مینرو با تم ماینکرافت شید که اسمش بود ماینسکریپر. تمام پارتیکل های بازی با قلب جایگزین شده بود. لاوا شده بود پنیر مذاب و دیگه بهتون آسیب نمیزد و کلی ویژگی دیگه. یه ویژگی دیگه این بود که وقتی یه جهان سوپر فلت میساختید و توش برف میومد، یه کیو آر کد روی زمین ظاهر میشد. میتونستید اسکنش کنید با گوشیتون و بعد اسم واقعی آپدیت 1.9 که همون کامبت آپدیت بود بهتون معرفی میشد. 14 اکتبر همون سال یکی از تکست های بازی به اسم 0% شوگر تغییر کرد به 1% شوگر یا همون 1% شکر. چرا؟ هیچکس نمیدونه. صدا رو شنیدید؟ این صدای جدید 14 بود که برای قارا در نظر گرفته شده. صدایی که باعث شد خیلی یا هینبودی شلوارشون رو خیس کنه. وقتی این موزیک دیسک رو بردن تو برنامه یه اسپکتوگرام متوجه عکس یه کریپر شدن که خیلی واضح داره نگاهتون میکنه. دوباره برگردیم سراغ جب زنزلی، چون به خاطر علاقه همسرش به خرسای قطبی اونا رو به ماینکرافت اضافه کرد. از طرف یه داستان دیگه هم هست که میگه بچه جب همون حوالی متولد میشه و اسمش هم بوده بیورن که به زبون سوئدی یعنی خرس. آپدیت مربوط به اپریل فول دیز بعدی بود ترندی. تو این آپدیت بلاک های شارژر با USB به بازی اضافه شدن که سیگنال ردستون تولید میکردن. پابند های خاصی که نمیشد از پا جداشون کرد، عینکی که باعث میشد دیدتون نسبت به دنیای ماینکرافت تغییر کنه، یه اسمارت واچ و تکسچر جدیدی برای ساین ها. یه راز دیگه این آپدیت پروموت کردن جورج نات فاند یا همون رفیق دیریم بود. 8 سپتامبر ایووکر به بازی اضافه شد. ایووکر یه قابلیت مخفی داشتن که میتونستن گوسفندهای آبی رو قرمز کنن. در واقع یه رفرنس خیلی ریز و باحال به بازی ایج آف ایمپایرز. ایلجرایی با اسم جانی سعی میکنن تمام ماپهای بیازاری که نزدیکشون میبینن رو قتل عام کنن. یه رفرنس جالب به فیلم شاینینگ که تو سال 1980 منتشر شده بود. تایپ کردن عبارت اکسایت دی زد ای تو کتاب دستورالعمل‌های ماینکرافت زبون بازی رو تبدیل می‌کنه به زبون دزدهای دریایی. حالا آیتم‌ها کلی اسم باحال و خنده‌دار دارن. از زمان منتشر شدن آپدیت 1.13 تو ژانویه سال 2018 تایپ کردن اسلش هلپ تو کامند بلاک ختم به یه سری شوخی و جوک بامزه میشه. اگرم عبارت سارج رو تایپ کنید با عبارت اسلش ایت لیپ آف فوزلی مواجه میشید که اصلا معلوم نیست چیه. پترن بنر تینگ خیلی عجیبه.
به خاطر اسمش که تینگه این حرفو میزنم. البته وقتی استفاده کنید و ببینید لوگوی قدیمی موجانگ یکم وضعیت بهتر میشه. موجانگ به زبون سوئدی میشه گجت یا ثینگ که به فارسی همون چیزه. آپدیت اپریل فولز دی که تو سال 2019 منتشر شد اسمش بود 3D یا سبودی. سازنده ها میخواستن از این طریق یه شوخی با یکی از نسخه های پنهانی ماینکرافت بکنن که انگار تو سال 1990 ساخته شده. همه چیزش قدیمی و مربوط به همون دوره است و واقعا باحال و خفنه. از اپریل سال 2013 همزمان با منتشر شدن آپدیت تکسچرها شما میتونید ردی از اسامی مختلف رو تو تکسچر یک سری از ماب‌های بازی ببینید. مثلا توی بخشی از تکسچر گاردین ها میشه اسم جب رو دید. تو آرمور استند ها میشه اسامی سارج و ژاپن رو دید. تو پوسته رستین پیس زامبی پیگمن ها هم میشه تنگ زفوبیا رو دید که در واقع تشکر ناچ از زفوبیا بابت دادن ایده این ماب بوده. برای جشن گرفتن تولد 10 سالگی ماینکرافت تو 17 می سال 2019 به تکسچر کیک ها یه عدد 10 اضافه شد. قبل از 14 جون و زمانی که لانچر جدید منتشر شد میشد کلی ایستر اگ توش پیدا کرد. برای مثال اگر موستون رو روی دکمه پلی نگه می‌داشتید یه ماب رندوم میومد بالا گوشه صفحه. بالا سمت چپ صفحه یه چهره شفاف از کریپر بود. و اگر دکمه های کنترل و بی رو نگه می داشتید صدای برداشتن ایکس پی پخش می شد. با شروع پاندمی ویروس کرونا تکست های جدیدی به ماینکرافت اضافه شد. برای مثال یادآوری شستن دست ها و مراقبت از بزرگترها. بیشتر صداها برای بایم کریمسون فارست توندر با باد کنک ساخته شده. خوب گوش بدین؟ آپدیت اپریل فولز دی 2020 یکی از بهترین های تاریخ بود. اسمش بود بی‌نهایت. دقیقاً همین چیزی هم بود که اسمش میگه. بی‌نهایت دایمنشن های مختلف. کافی بود یک کتاب را امضا کنید، بندازید تو پورتال و حالا یه دنیای جدید داشتید. جولای سپتامبر سال 2020 سید های pack.png که میشه آیکون دیفالت ریسورس پک های بازی، دنیایی که تو منوی بازی میدیدید و این تابلوی عجیب و غریب بازی به وسیله پروژه ماینکرافت ات هوم پیدا شدن که خیلی خفن بود. فوریه سال 2021 هم همین پروژه کاکتوس 23 بلاکی رو پیدا کرد که تو ویدیوی عجیب ترین سیدهای تاریخ ماینکرافت در موردش صحبت کرده بودم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک، ساب و کامنت یادتون نره. تا هفته بعد، خداحافظ.